خوش آمدید. خیر فرنگو بینید سبدین بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می کنم خدمت شما و همکارانتون، همچنین بینندگان عزیز برنامه. امیدوارم که این وقت شب، البته این وقت صبح دیگه، هر وقت وقتو به خوبی گذرونده باشن، برای یک هفته کاری خوب آماده بشن. آقای فرستادی خیلی مجدد خوش آمدید، خسته نباشید. آقای دکتر، ما بحثی بسیار زیبای شما رو توی لاست و این در واقع سریال رو دید در برنامه دیروز فردا شنیدیم و شنیدیم بحث خیلی خوبی هم انتهای سریال کردید و خیلی بحث جالبی بود. خواهش می‌کنم، نظر لطف شما و واقعا بهتون تبریک میگم با اون دقتی که شما اون سریال رو دیده بودید و تحلیل کردید که کمتر من دیدم. بحث امروز ما اینه آقای دکتر که برسیم ببینیم که ما یک دوره‌ای داشتیم که هنوز غرب داره راجع به فیلم‌هایی که با مفهوم مذهبی داره می‌سازه. یک دوره‌ای ما خاطرات ما خاطرات خیلی از این فیلم‌ها بیشتر از نسل فعلی. بله. می‌خوایم ببینیم که ریشه یابی کنیم، اول اونا رو ریشه یابی کنیم که با چه زاویه اونا حرکت کردن، چه اثراتی گذاشتن که ما همچنان که هست بنهور السید، یعنی در واقع هنوز هم میچرخه بنهور و السید و در واقع فروغ بی پایان و از این فیلم‌هایی که در واقع هست ده فرمان و اینا میچرخه، هنوز هم تو شبکه ویدیویی توی فیلم های دوبله شده هستش. ببینیم اول اونا رو بررسی کنیم، بعد برسیم به سینمای مذهبی ایران که ببینیم که مشکلات سینمای مذهبی ایران چیه، یعنی که به راجبش زیاد بحث بشه. بفرمایید. بله، حالا این نکته مهمی است، اشاره هم که شما فرمودید به اون آثاری مثل خود بنهور یا مواردی از این دست. اون چیزی که اهمیت داره بالاخره نقش دین در زندگی و حیات بشر یک نقش کتمان ناپذیریه. اون دوره به خصوص دوره بعد از جنگ جهانی دوم، دوره جنگ سرد، که سینما یک خیز جدی برمی داره و آثار نمایشی، بخشی از این آثار یک نوع ایدئولوژی پردازی است روبروی خود مارکسیسم، نوعی در واقع اون تلقی که دین رو باید احیا کنه. پشت بعضی از این قضایا هم بالاخره یک مقاصدی وجود داره، اما به هر جهت اون پروژه عظیمی که اون موقع انجام شد، شبیه بنهور یا خود ده فرمان، حتی مواردی مثل سامسون و دلیله، کارهای دیگه‌ای که توی این زمینه انجام شد مثل السید، این دست آثار یک جایگاه ویژه‌ای در بررسی تاریخ داره. ما بین نگاه دینی با تاریخی خیلی وقتا خلط می‌کنیم، به تعبیری در واقع خیلی از آثاری که الان در جامعه خودمون در سینماها و در سریال‌های ما ساخته میشه، اینا دینی نیست، اینها بیشتر نوعی گونه و در واقع نگاه تاریخیه، یک اثر تاریخیه در واقع ساخته میشه، حالا در مورد یک موقعیت دینی است، در مورد یک شخصیت دینیه. بخش عمده از سریال هایی که الان به نام سریال های دینی شناخته میشه، اینا بیشتر مسائل، یعنی بنمایه دین نداره، بیشتر در مورد دینه یا حتی آثار سینماییه با. اما در دوره بعد از فروپاشی شوروی و اینکه ایالات متحده به عنوان تنها قطب اقتدار جهانی با ایدئولوژی لیبرالیسم مطرح شد، اونجا تازه غیر دینی بودن فضا خودش رو نشون داد، چون اصالت در دو تا جریان فرهنگی خاص تو ایالات متحده هست، جریان خلقتگراها، بهشون میگن کریشنیست ها، و جریان داروینیست ها. جریان حاکم فرهنگی داروینیستان که اصلا اصالتی برای روح، اعتقادات غیبی، ملائک، خدا و غیره قائل نیستن. تقابل این دو تا جریان یک بخشی از دلیل تفوق این سریال ها و به خصوص فیلم های سینمایی و بازی کامپیوتری است که در دوره اخیر در حوزه آثار دینی داره خودش رو نشون میده. یک دلیل دیگه‌اش مواجهه با پدیده‌ای بود که قرارش دادن جای مارکسیسم، یعنی اسلام رو گذاشتن جای مارکسیسم شوروی، حالا ایران یا کشورهای عربی رو هم، کشور مسلمان رو هم قرار دادن به جای شوروی و بلوک شرق. لذا در واکنش به اونها یا باید یک نگاه‌های دینی رو برجسته می‌کردن، نشون می‌دادن، یا در نسبت با اون تقابل فرهنگی که در درون ایالات متحده هست این رو برجسته می‌کردن. الان 146 سریال موجود همین الان شما در اینترنت در قابل دسترسی دارید. از این 146 سریال نزدیک یک سومش محل دعوای این دست در واقع منازعات و نزاع‌های فکری است. شما سه تا فیلم شاخص یک سال گذشته هالیوود رو به خاطر بیارید: آواتار، لژیون، این انسپشن. این ستاره که شما نگاه کنید یک جور واکنش به اون تلقی هاست. یعنی در واقع ما اول باید تکلیفمون رو با دو تا نکته روشن کنیم، یکی خود هنر و دوم با دین. وقتی میگیم هنر دینی یا حالا میاد توی حوزه‌ای به نام مثلا سینمای دینی، این تفکیکه وقتی صورت میگیره، مشخصا یه موقع ما میگیم آقا وقتی مستقیم میریم سراغ حضرت مسیح فیلم در موردش میسازیم، ما داریم در مورد شخصیت میسازیم. همینطوری که میشد زمان حضرت مسیح ما کسی رو در موردش مثلا بسازیم که مثلا آهنگر بوده، اون فیلم تاریخیه. ما وقتی امروز میایم مثلا در مورد سلیمان فیلم میسازیم، شاید 2900 سال پیش میشد در مورد کسی دیگه هم اون موقع ساخت. این
بیشتر از اینکه روح دینی اینجا مطرح باشه، بیشتر روح اون بعد و فضا و اون لوکیشن تاریخی مطرحه. تعریفمون از دین و تلقیمون از دین چیه؟ اگر از من بپرسید، من مثلا به شما میگم، فرض کنید این کاری که جیم کری بازی کرده بود، ترومن شو، اون یه فیلم دینیه. اون دینی تر از مثلا این سریال هاییست که الان ما داریم تو ایران میسازیم. چون همینطوری که الان من و شما و آقای فراستی درک حضور داریم از چی؟ از اینکه از پشت این دو تا سه تا دوربین مردمی دارن ما رو میبینن. ما درک محضر داریم. اصالت مال کسی است که پشت دوربینه، نه اصالت از ماست. ما اینجا ننشستیم با هم بحث روشن فکری کنیم. کسی پشت دوربین نشسته داره ما رو میبینه. این سه تا کاری که شخص آقای جیرانی به عنوان مجری و اداره کننده یک تالک شو انجام میده. درک حضور اون مخاطب. دوم، حدود اون مخاطب چیه؟ اون این برنامه مخاطب کودک نیست. مخاطب مثلا برنامه‌اش به آشپزی نیست. حد و حدودی که اون نیاز داره. و سوم نکته مهم اینه که ما خودمون از چشم اون داریم میبینیم، که این اسمش میشه توی قرآن تقوا، توی دین اصلا کل دین برای همین کلمه است، دیدن خود از چشم خدا تقوا. حالا این ستا رو ما نسبت به پهنه عالم، صحنه عالم رو بگیریم، یه تئاتر، یک تئاتر، یک صحنه، در این عالم خلقت ما در محضر خداییم. این که خودمون رو اونو نمیبینیمش، ولی میدونیم اون داره ما رو میبینه. یک گروهی هستن به نام کرام الکاتبین که این فیلم بردارن، اینها دارن ثبت میکنن احوال ما رو و ما داریم در محضر خدا هستیم. حالا اگر ما خودمون از چشم اون خدا دیدیم، اینجا در واقع همه اساره دین در این که توی سوره شعرا هم 8 بار این آیه تکرار میشه از قول 7 تا پیامبر، فتقوا الله و اطیعون، که آقا تقوای خدا رو بورزید. تقوای خدا یعنی خودتون از چشم خدا ببینید. این کلمه‌ای که توی قرآن میبینید زیرش مینویسن ترس از خدا، این غلطه. ترجمه اصلی کلمه تقوا یعنی خودمون رو بپاییم از چشم اون. الان ماها اینجا داریم خودمون از چشم مخاطب میپاییم. اصالت از آن مخاطبی است که داره ما رو میبینه. سینمای دینی یعنی اینکه ما این بنمایه رو داشته باشیم. مثلا توی فیلم ملک سلیمان این جمله رو دقیقاً همین آیه رو میگه که تقوای خدا رو بورزید، منو اطاعت کنید. این قیدی که اینجا میاد، این قید رو شما توی ترومن شو خیلی راحت میبینید. یعنی در واقع یک نمایشی است. این یه دفعه وقتی پرده ها کنار میره متوجه میشه این زیر دید دوربین ها بوده. در مورد خیلی از ماها که در غفلتیم، یه دفعه عمرمون تمام میشه، تازه معلوم میشه ما در یک فضای یک نمایشی بودیم. پس تعریف ما از این که سینمای دینی چیست، چون من واقعا بنهور رو یک سینمای دینی نمیدونم، یک فیلم تاریخی میدونم، یا السید رو، یا حتی ده فرمان رو، آثاری که در مورد عمده انبیا ساخته شد، کاری که ریچارد هریس در مورد حضرت ابراهیم انجام داده بود، یا فرض بفرمایید در مورد خود سلیمان آفرینش، کارهایی هم که ما الان داریم انجام میدیم، مثلا همین الان خود سریال مختار، این بیشتر از اینکه یک سریال دینی باشه این و مذهبی باشه، این یک سریال تاریخیه. در مورد سریال‌های قبلی هم صادقه. در شاخص‌ترین اثری که ما در حوزه سینمای دینی داریم، یا مثلا مثل مریم مقدس، ملک سلیمان، بیشتر به اینها نمره تاریخی میدیم، بعد نمره دینی. نمره دینی این که ضریب اون ادراک و احساس این چنین ما رو بالا ببره. حالا جمله آخرم هم اینه که مثلا شما در طلا و مس ادعا ندارید که فیلم دینی ساختید، اما همون آیه‌ای که توی فیلم طلا و مس ساخته مطرح میشه همونه، ان بسلا ان مع الاسره یسرا. میدونید این دقیقاً برخلاف اون چیزیه که ما داریم تو جامعه اعمال میکنیم. اون هر چی تو قرآن ان نمیاد میشه دکترین های پایه، هر آیه با ان شروع میشه. وقتی میگه ان مع الاسره یسرا، با ان مع یعنی با، همراه با، سختی گشایشه. ما تفسیری که جلد دوم قرآن رو نوشتیم الان تو زندگی اجتماعیمون، ماها که مسلمان هستیم، ماها میگیم ان بعد الاسره یسر، بعد از سختی گشایشه. اینجوری تو زندگی به دانشجو میگه آقا چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه حالا یه سختی دارم لیسانسمو بگیرم، بعد یه سختی دیگه دارم کنکور بدم فوق لیسانسمو بگیرم، بعد یه سختی دیگه دارم دکترامو بگیرم، بعد یه سختی دارم سربازی من برم، بعد سختی دیگه دارم کارامو پیدا کنم. این میشه چی تو زندگی ما؟ ان بعد العسر یسر. ولی شما میاد یک شخصیت رو نشون میدید که میتونست به جای اون روحانی یه کارگر باشه، یک استاد دانشگاه باشه، یه پلیس باشه، یه پزشک باشه. این همراه با سختیش، با سختی در زندگیش که در انتهاش اون خانوم بیماریش خوب نمیشه، وضع مالیشون بهتر نمیشه، هنوزم مستاجرن، هنوزم اون وانت آریتی است. انتهای فیلم خیلی هندی و خیلی به خوبی خوشی تمام نمیشه، ولی میبینیم این شخصیت متعالی میشه، درس اخلاق میگیره که در سختی گشایشه، با سختی، انم معل اسریوس. پس وقتی ما صحبت از فیلم دینی میکنیم، نگاهمون به سمت بنهور نره، نگاهمون به سمت ترومن شو توی اون سینما بره،
وقتی داخل جامعه خودمون میاد، نگاهمون به فیلم تاریخی، فیلم مشخصا در مورد انبیا و ائمه نباشه که دینیه. خیلی وقتا فیلم آژانس شیشه ای رو شما وقتی اون روایتی که علی علیه السلام، امام رضا علیه السلام در اصول کافی ازشون هست که باز با ان شروع میشه، ان الامامه، امام کیه؟ 23 4 تا کاتگوری داره، مشخص میکنه که آقا امام اینه اینه اینه. یکی از اون فرازها رو شما وقتی بیاید برجسته کنید، بهترین اثری که براش دارید اینه که توی محیطی دو تا جناح اجتماعی، جناح فکری، جناح سیاسی به قفل و بنبست رسیدن، از یه جایی که نمیدونیم کجاست، از یه کسی که نمیدونیم کیه، یک حکمی میاد که فراتر از این جناحی است که اخلاق گرایانه اومده گروگانگیری کرده و جناحی است که قانون گرایانه اومده جلو این انحرافو داره میگیره. اون چیزی که از موضع اخلاق، از موضع قانون، فراتر از اخلاق و فراتر از قانونیت مشکل رو حل میکنه. ببینید وقتی ما مسیر رو در مورد سینمای دینی یا سینمای مذهبی نسبت به آن که ممکنه بگیم آقا آواز برنادت مثلا جنیفر جونز اون یه کار دینیه، نه، ترومن شو این آدم اثر دینی است، یا فرض کنید طلا و مسی که ممکنه کارگردان بیاد بگه آقا من فیلم دینی نساختم، این دینی است، برخلاف اون ذهنیتی که مردم ممکنه بگن اون سریال و فیلمای سینمایی که در مورد انبیا هستن دینیه. بسیار بحث تحلیل جالب و تازه بود. آقای فلسفی بفرمایید، از بحث ایشون استفاده کنید. بفرمایید. بسیار بحث خوب شروع شد. اساسی شروع شد. ما مفهومی رو که این تعریفی رو که از سینمای دینی یا مذهبی توی میهن خودمون داریم بعد از انقلاب، اساساً موضوع دینی است. بله. و هر چیزی رو که فیلمی که موضوع یا قصه دینی داشته باشه بهش میگیم فیلم دینی. بعدم میگیم که آقا این محتواش دینیه. حالا آیه عباسی، آیه فراستی، اینقدر دیگه سخت نگیرید. توی فرم و توی حس و حال یکم لکنت داره. من نمیفهم پس دیگه محتوا کجاست؟ وقتی توی سوال و توی فرم لکنت داره چی خلق شده؟ قصه دینی داریم. قصه دینی بخشی از فرمه، بخش کوچکی از فرمه، شروع قضیه است. اما همونطوری که گفتی و به نظرم خیلی هم خوب بود، میتونه یه فیلم اصلا قصه دینی نداشته باشه. آفرین. یعنی اصلا ظاهرن راجع به یک شخصیت مهم مذهبی نیست، همچون که ترومن شو هم نیست. بسیاری از فیلم های دیگه ظاهرن یا آدمی که در جستجوی خداست اما اصلا دیده نمیشه توی فیلم. یعنی قصه دینی داشتن ابدا امتیاز فیلم دینی بودن نیست. بله. و این قصه مفهوم نیست. یعنی ما یه اشکال دیگه ای هم که داریم به نظرم آسیب شناسی ادامه صحبتت که شاید برای اولین مرتبه است داریم این بحث رو این ریختی میکنیم، اینه که ما برای این که انما الاسر یسرا در بیاد یا عالم محضر خداست در محضر خداوند معصیت نکنیم در بیاد، این روح حاکمیه که باید بر اثر حاکم بشه بدون اینکه شعارشو بده، بدون اینکه القای مستقیم کنه. شعارشو بده همون دعای مستقیمه. یعنی اگر ما 50 بار هم در یه اثری آیه های قرآن رو بخونیم و کلیدها رو بگیم، حتی بله. آیه های کلیدی رو هم بگیم، فیلممون میتونه بوی دینی هم نداشته باشه. و حس دینی به من منتقل نکنه. اون چیزی که اساسه این که در واقع ناخودآگاه ما رو آزاد کنه به اون سمتی که به درستی گفتیم که محضر ارباب عالم. اگر محضر ارباب، حالا توی گم کردن یه کفش، به نظر من بچه های آسمان یکی از دینی ترین فیلم های سینمای بعد از انقلابه. لحظه ای که دوربین به درستی میره بالا و این مداد نوش رو میذاره روی کاغذ با ترس و لرز و روی کاغذ می‌نویسه تو رو خدا، این تو رو خدایی نیست که بوی دینی میده، مجموعه میزانسنه که دوربین با احترام هم میره بالا و حالت نگاه ها، بازی ها، پس زمینه که پدره نشسته، ترس، این همه اینا تبدیل به محتوا میشه. بله. و این محتوا تو رو خدا یعنی ترمز کن دیگه، ادامه نده. و بعد حالا موسیقی هم درست میشینه، حسی رو که در من ایجاد میکنه یک حس درونیه دینیه که بیست. خب یا لحظه که سر ماهی ها هستیم،
ماهی ها مأمور میشن که به اون پاها بوسه بزنن. بله. بدون اینکه شعار داده بشه. پا میاد توی آب و پاداش دنیویشو گرفته. پدره خریده کفشو پشت باربند دوچرخه هست. ماهی ها دیگه چیه؟ این دیگه پاداش اون دنیاشه. و ماهی ها در واقع زیشعور میشن. ماهی ها عاملی میشن برای اینکه بوسه بزنن بر این پاهایی که با این تفکر این حس دینیه. با این تفکر ما فیلمای کمی داریم با این تفکر. خیلی, خیلی کم داریم اگر این تفکر. البته من معتقدم که یه جوری وقتی وارد بحث سینمای دینی هم چند وقت پیشم یه بحثی بود، یه شب خدمت دوستان بودیم، این بحث هنر دینی رو مطرح کردن، از موزه فلسفه هنر بحث می‌کردیم، یه تذکری دادم، اونم سعی می‌کنم اینجا هم باز مطرح بشه. ببینید ما چقدر جامعهمون دینیه آی جیرانی، اقتصاد ما همون قدر دینیه که سینمامون، و من معتقدم سینمامون از اقتصادمون دینی تره. سیاستمون چقدر دینیه؟ من به عنوان کسی که معلم استراتژی هستم به شما میگم که فرهنگ و هنر ما دینی تر از سیاست ماست. به مراتب سینمای ما ده ها و صد ها بار از اقتصاد کشور در واقع دینی تره. شما ببینید یه پدیده‌ای دارید به نام ربا در قرآن. اون مفهوم در قرآن قید صریح میاره قرآن که این جنگ با خداست. بنمایه شکلگیری بانک اصلا رباست. شما فیلم تاجر ونیزی رو که بازی کرده این الپاچینو دیدید، آقای پروفسور نایل فرگوسن کتابی نوشته دو سال گذشته و اصلا این استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارده که چرا فروپاشی در اقتصاد غرب داره صورت میگیره. میاد بعد یه پنج قسمت مستند از این ساختن، خودشو گذاشتن مجریش، خود نایل فرگوسن رو. میاد میگه که تاریخ پول رو بررسی میکنه، بعد میاد میرسه به جایی که این پول در واقع در ونیز قرار بود تجار مسیحی گشایش اقتصادی ایجاد کنن. میگه که ربا در مسیحیت حرام، در یهود هم حرامه. بعد تلمود باز میکنه میگه در تلمود آمده که به بیرون از یهود میتونن ربا بدن. لذا کاری که شکسپیر انجام داد در بحث تاجر ونیزی، میگه اون قضیه مربوط به همون طبقه گیتوهایی است که در شهر ونیز ربا دادن رو شروع کردن. ونیز آب دیگه خیابوناش و پیاده روهاش مسقفه. میگه که تو تاریخش رو بررسی کن، میگه اینا صندلیایی داشتن، میومدن میذاشتن روی صندلیا مینشستن، ربا میدادن به تجار ونیزی، تجار مسیحی. اسم اون صندلی بانک بود، کلمه بانک اولین بار از اون صندلی میاد. بعد انقدر اینا تو ربا دادن و ازشون خوب میشه، ساختمون میخرن، اسم ساختمون میذارن بانک. بعد بانکدارای جدید رو نشون میده، بعد میگه اینا ادامه اونم خیلی این دیدنیه. یعنی شما این اثر مستند رو اگرم نبود من حتما براتون بفرستم، واقعا این کار از نظر کیفیت مستند. بعد اون قطعه در واقع فیلم تاجر ونیزی اونجا پخش میکنه. ببینید اون چیزی که اهمیت داره اینه که ما الان میگیم بانکداری اسلامی، یا کلمه بانک از ربا میاد دیگه، یعنی جنگ با خدای اسلامی. اینقدر که در هنر و در سینما حساسیت داریم که حرف دین زده می شود یا نه، واقعا تو اقتصاد داریم، توی صنعت داریم، در کشاورزی داریم که به شکم مردم مربوطه. من می خوام به شما بگم که یه مقداری بحث رو تلطیف کنیم از این جهت که هنر ما دینی تر از امروز بخشای دیگه ارکان جامعه ماست. شاید به موازات کاری که نظامی ها انجام میدن و مفهوم شهادت براشون جا افتاده و نگاهی شده که در قدرت نظامی، قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی، قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی، این پنج حوزه قدرت، حالا این مقدار نظامی های ما نزدیک شدن به ذات دین در اون مسئله شهادت. فرهنگی های ما این مقدار نزدیک ترن. پس این که میگیم شما میفرمایید تعداد فیلم های کمتری داریم تو این زمینه، من میخوام بگم نه، اگر رگه های این نگاه رو شما بیاد برید در دستای خالی طالبی، اونجا ما هیچی مالک هیچی نیستیم، این آیه قرآنه. شما بیاد برید در خداحافظ رفیق، اون نگاه برزخی که وجود داره. شما بیاد برید در همین مثلا فیلمایی که خیلی توی شبکه ویدیو خانگی فروخته، مثلا دل شکسته، اون که شما یه انسانی رو تراز تعریف میکنید، بعد این انسان میاد موقعیت خودش رو مشخص میکنه. من میخوام بگم که ما این وضعیت رو داریم. یک نکته کلی دارم، اون نکته کلی که این رو خوب میتونه مشخص کنه اینه که دو تا آیه داریم توی قرآن تاکید میکنه که شیطان وحی میکنه به شما. پس ما یه وحی الهی داریم که دیگه در بسته شده دیگه، یعنی آخرین پیامبر که آمده، این چیزی که دست ماست آخرین وحیه. ما این همین انها رو میگیریم، این چیزی که دست ماست آخرین وحیه، ما این همین انها رو میگیریم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، ان الله لا یغیر ما بقوم. این انها رو میگیریم میشه فیلم. ولی میگه شیطان به شما وحی میکنه. دو تا آیه داره میگه شیطان به شما وحی میکنه. پس ما دو دسته اثر دینی خواهیم داشت، یا وحی شیطانی در من
سازنده اثر تاثیر میذاره در موسیقی، در شعر، در کتاب، در فیلم، یا اینکه در واقع من وحی الهی رو میگیرم فیلم میسازم. اسلوب اینه، تبیین وحی، که اصلا وحی چیه، بعد تبدیلش به عقل، عقلانیش کنیم، این عقل رو تبدیل کنیم به حس، یعنی کار هنر، بعد منتقلش کنیم به غیر، میشه کار رسانه. این که ما بیام آیه رو تو قرآن، توی قرآن رو بگیریم توی تلویزیون مستقیم بخونیم، این میشه اولی. دومیش اینه که بیام تفسیرش کنیم، این جلسات تفسیری که توی تلویزیون پخش میشه، این قسمت دومه، یعنی تبیین عقل، تبدیلش به تبیین وحی، تبدیلش به عقل. سومیش اینه که از این انگاره، یعنی از اون آیه انما العسر یسرا، شما یه داستان در بیارید، حس تولید کنید. از اون مقوله عطی الله شما بردارید، مثلا آژانس شیشه ای رو درست کنید. این تبیینش و تبدیلش به حس، این کار هنره. حالا اینکه چطور شما اینو منتقل میکنید به غیر، یه بار تو موسیقیه، یه بار توی شعره، یه بار در فیلمه، یه بار در تئاتره، یه بار در یک داستان رمانه، این فرایند دو ستون داره، یا این وحی شیطانیه یا وحی الهیه. اگر شیطانی بود به زبان غریزه با ما صحبت میکنه، مثلا عشق مثلثی تعریف میکنه. اگر وحی الهی بود بازم عشق مثلثی تعریف میکنه. شما چیزی که توی داستان یوسف و زلیخا دارید، یوسف یک سوی، عزیز مصرم یک سوی، و خانمی به نام زلیخا، باز اونجا عشق مثلثی داریم. مفسرین میگن که زیبایی و ظرافت این احسن القصصی که قرآن تاکید میکنه، توی اینکه قرآن زیبا قصه میگه، احسن القصص، اینه که شما وقتی داستان یوسف و زلیخا و عزیز مصر رو میشنوید، حس شهوت به انسان دست نمیده، یعنی غریزه انسان به غلیان نمیاد. تفاوت تعریف عشق مثلثی که به زبان فطرت داره صحبت میکنه، یعنی وحی که مبتنی بر وحی الهیه، داره با زبان فطرت صحبت میکنه، شما عشق مثلثی اون رابطه رو که واقعی هم بوده میشنوید، میبینید، عبرت میگیرید، ولی حزم میبرید، ولی حس شهوت به انسان دست نمیده. در رابطه مثلثی موجود در مثلا یک اثری که مبتنی بر وحی شیطانی هست، به زبان غریزه صحبت میشه. خروجیش میشه دوتا مفهوم کلان قرآنی، یکیش رشد، یکیش غی. ما یا ارشاد میکنیم در این حسی که ایجاد میکنیم، یا اقوا میکنیم، رشد میدیم یا غی. اینجا هنرمند در نگاه دینی میشه مرشد، یعنی کسی که مردم رو رشید میکنه، جامعه رو رشید میکنه، رشد میده، ارشاد میکنه. اصلا قید ارشاد بر وزارت فرهنگ و ارشاد. خب من حرفتون رو قطع میکنم آقای، مجبوریم که تیکه. من از پخش محترم کدوم روبینه تقاضا دارم که وقت ما رو بیشتر بکنه، چون من به من میگن که وقت کمه، ظاهرا برای جمع کردن این بحث. من بازم تقاضا میکنم که وقتمون رو بیشتر بکنه که بتونیم این بحث رو جمع بکنیم. آقای فرستاتی خیلی کوتاه، اگر یک کوتاه بگید که ما یک تیکه فیلم هم داریم که دوستان ببینن، بعدش نیست. اصلا نقد فیلم نیست که کوتاه. نقد فیلم نمیشه کوتاه. بریم تیکه فیلم رو ببینیم، بعد بحث رو ادامه بدیم. بریم تیکه فیلم آماده است ما ببینیم؟ بریم ببینیم. به نام خدا، السید اسپانیا! خدا، السید اسپانیا! ما بدین ترتیب سید از دروازه تاریخ گذشت و به افسانه ها پیوست. برگرده! اسم تو چیه؟ من اسممو به دوستانم میگم. دوستانی که هیچ کدوم آدم کش نیستم. من در جنگ هایی که کردم 23 بار زخمی شدم، 75 نفر رو در جنگ با دست های خودم کشتم، چادرهای دشمن رو با آتش کشیدم، غنایم زیادی به دست آوردم. عثمانی ها به من گنجینه طلا میدن، با وجود این من یک فقیرم، چون من مثل رودخانه ای هستم برای ملت هم. دوستان من، پدر بزرگوارم به هنگام مرگ به من دستور داده بگذار کوه و صحرا بلرزد، بگذار دنیا بلرزد، بگذار فاسدان و بی ایمانان در اقصا نقاط دنیا این لحظه پیروزی را به خاطر داشته باشند و از عظمت این قیام ملی بر خود بلرزند. بگذار تمام مردم جهان این لحظه پیروزی را بیان آورند و باور کنند که من پیشوای شما شیخ محمد احمد هستم، نجات دهنده سودان.
پیروان من، اکنون هنگام دعا فرا رسیده است. زن، میخوام این نکته رو درک کنی. من یک مرد وحشی نیستم. من روشن فکرم و رهبر قبیلم هستم. بنابراین نمیتونم بربر باشم. دیش خوده؟ متشکرم از پخش که این مقدار ما وقت دادن. بازم ازشون تقاضا میکنیم ما وقت بدن. من از آقای مطمئن زاده که این فیلم ها رو برای ما آماده کرده با این کیفیت خوب تشکر میکنم. ببینید که صدای آقای محتشم رو شنیدیم، مرحوم محتشم رو شنیدیم به جای آقای آنتونی کوئین در دوبله اول لارنس عربستان. بفرمایید. فیلم بحث دیگه، یعنی حالا 10 دقیقه رو دو تا 5 دقیقه بریم. من ادامه صحبت آقای عباسی برسیم به اون موزلی که ما الان داریم. من اول یه جمله بگم، بحث فرهنگ و هنر که دینی تر از بحث اقتصادمونه، علل قاعده با اینکه اونجا مشکلات خیلی بیشتر از اینجاست، متاسفانه به نظر من میاد که تو بحث فرهنگ و هنر، به خصوص حالا تو بحث سینما که ما در نظرمونه، ما قدمی به جلو بر نمیداریم و این در واقع یه جور تسلیم به اوضاع میشیم و فکر میکنیم که باید بازتاب وضعیت زندگی مردم یا مسائل مردم رو بگیم و اصلا شأنی قائل نیستیم برای کسی که اهل هنره، حالا لغت هنرمندم خیلی با احتیاط به کار ببریم، که آیا وظیفه اون اینه که بازتاب بده وضعیت رو، وضعیت احیانا مشکلدار رو بازتاب بده و بگه این کار منه دیگه. حالا این فیلم فارسی هم که میان اشغال میکنن، دوستانم از این واژه خوششون نمیاد چون واژه‌ایه که توضیح جدی یک اختلال، یک آسیب جدی سینمایی و فرهنگیه و فرهنگی به خصوص به نظر من فرهنگ مبتذل. در مقابل این وظیفه که یک فیلمساز یا یک اهل هنر وظیفه داره که یک قدم و نه بیشتر بماند، جلوتر از اوضاع حرکت کنه و جامعه رو همین میسازه. یعنی اگر فرهنگ و هنر این وظیفه یک قدم جلوتر از مردم رو عمل نکنه، ظاهرا با مردم حرکت کنه و مسائل اونا رو بگه که حتما از مردم عقب میفته. بله، چیزی که امروز داره اتفاق میفته اینه که از مردم سینمای ما به مراتب عقب‌تره. یه فیلم خوب هست که حسن عباسی و جیرانی و فراستی تو این مدت میبینن و حس و حال و بوی دینی و تلامس میگی دیگه. آره رسما دفاع کنیم چقدر مشترک هست نظرات تلامس. آره خب رسما دیگه بیشترم بگیم، من غیر از اون پایان که خیلی عزیزه به نظرم، خیلی آدم اون آیه رو میفهمه، مشکل کجاست؟ الان عرض میکنم، جفت کردن کفشه است که وقتی کسی رسیده به این که حالا زنش رو اینجوری دوست داره و نه اون دوست داشتنی که شهوانی، اروتیک، جسمانی، فقط بلکه به عنوان یک انسان دوست داره و پیروز میشه برای ام اس، یعنی ام اس موجوده، بیماری جدی موجوده، اما این دوست داشتنه و این وصله و این کفش جفت کردنه، یعنی محبت رو گسترش دادن و به منبع محبت نگاه کردن، این قطعا پیروز میشه. این نگاه اولش نگاهه، همونطور که صحبت جناب عباسی هم بود، دو بلدیه، یعنی کافی نیست که تو فقط این نگاه رو باور داشته باشی، باید که این نگاه رو بتونی به منصه ظهور برسونی. پس یعنی چیز کن، مشکل یابی کنیم. ببینید الان این بحثمون یه مقدار از پخش، خیلی عزیز محترم خیلی تشکر میکنم که وقت دادن، خیلی خیلی ممنون، چون بحث بسیار بحث خوبیه. مشکل یابی کنیم آقای دکتر؟ مشکلی که وجود داره، من فکر میکنم مشکل اصلی همون جمله است که شخص رهبری در دیدار با سینماگرا فرمود که شما مگه کسی بهتون چیزی داده؟ این کسی بهتون چیزی داده اون محتوا است. ببینید من فرضم اینه که
ما آمدیم به جامعه سینمایی، گفتیم سینمای دینی، یعنی اینکه ما بریم در مورد ائمه و انبیا فیلم بسازیم. خب من میگم آقا بگیم شما هر چی از دین میدونی این رو بیا انجام بده، اونجایی که مشکل کارشناسی دینی داری بیا محتوا. من الان به شما کلیپ میدم، هر آیه با ان شروع شده یک سنت پایداره که دوبار قرآن میگه سنت های الهی در واقع تبدیل بردار نیست، کهنه نمیشه. یعنی اگه گفته ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اینجوری نیست که یه دوره میاد کرامت نزد خدا مثلا دیگه تقوا نباشه در آدما. وقتی میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، ما در هیچ قومی تغییر ایجاد نمیکنیم مگر اینکه به اصطلاح اینا در خودشون تغییر ایجاد کنن. نه، یه روزی میرسه که مثلا دیگه مردم نیاز به تغییر ندارن، از بیرون میشه تغییرشون داد. ببینید اینا ثابته، این انگارهای ثابت رو اگر بشه راحت تدریس کرد، خیلی ساده، نمیخواد یه هنرمند ما کلاس تفسیر قرآن بره. یک اصولی هم در قواعد فقهمون داریم، در قواعد فقهمون ببینید ما قاعده نفی سبیل رو داریم. قاعده نفی سبیل میگه که یک مبتنی بر همون آیه است که میگه نباید بیگانه بیاد حاکم بشه بر جان مسلمان. حالا این بیگانه یا اجنبی یه بار میاد یه زن مسلمان رو به عقد در میاره، یک بار میاد یک کشوری رو اشغال میکنه مثل عراق و فلسطین رو. ببینید ما میبینیم سینماگر مسلمانمون میاد یه فیلمی میسازه که زن مسلمان به عقد مرد اجنبی در اومده، این قاعده نفی سبیل رو نمیدونه. خیلی ساده است، 20 دقیقه بیشتر نمیشه اینو درس داد. مدارکش اسنادش رو بدید، آیهش رو بگید که آقا زن اونجوری که اونو تو فلسفه یونان میگن زمین گایاست، محل پرورشه، لذا زن نماد سرزمین و عقیده است. اینی که هر فیلم کماندوی آمریکایی رو توی ویتنام میبینید همیشه یه زنی ویتنامی کنار دستش هست، میخواد القا کنه که این سرزمین آغوش باز کرده برای این اعتقاد، این فکر، این سرزمین آغوش باز کرده برای این. خب وقتی ما میبینیم مثلا ما فیلم سینمایی تو کشورمون ساخته میشه، یک خانم ایرانی مسلمان علاقمند میشه به یک آدم بیگانه، مثلا فیلم کافه ترانزیت یا شاخصش دیگه مثلا فیلم از کرخ تا راین، ما نمیبینیم اون خانمی که اونجا ازدواج کرده و برادر رزمنده نابیناش رفته بعدم شهید میشه برمیگرده، این آدم مسلمان شده بود اون شوهره، این تو قاعده نفی سبیل خلط کاره. پس ببینید یک کلیاتی هست، میشه اینا رو خیلی راحت این مسئله یابی که فرمودید دفترچه کرد، مرتب کرد، یه سری نکات رو به هنرمندای ما که شخصیت‌های محجوب و در واقع با حداقل امکانات دارن بار این مواجهه با این حجم عظیم این مسائل رو در سراسر دنیا داره هجوم میشه به حقیقت دین، اینا میخوان با این حداقل امکانات و تکنیک این رو به جای برسونن. پس یک نکته، اطلاعات به اینا داده نشده، کسی چیزی به جیرانی نداده که انتظار داشته باشه که این مثلا فیلم دینی بسازه، چون جیرانی که نبده بگه من مفسر قرآنم و فقیهم و حکیمم و اینا. این یک نکته. نکته دوم اینه که من اشکال برمیگردونم به جامعه دانشگاهی و حوزوی، چرا زبان هنر رو انتخاب نمی کنید برای صحبت امروز؟ امروز زمانیه که شما باید بیایید و مطلبتون رو بدید دست این به اصطلاح هنرمندی برای شما منعکس کنه. این نکته دوم. نکته سوم اینه که ما نترسونیم هنرمندمون رو از ورود به عرصه‌های دینی. بیان بگیم آقا این کاری که شما انجام دادی اینجا اینجاش دینی بود. میگه من دینی نساختم. میگیم دینی بود، شما خودت شاید نخواستی اون القای غیر مستقیمی که داره اثرت میگره، ولی ما به شما میگیم این کار شما یه کاریه که توی آکرونیا گرایی مثلا اثر این چنینی داره در اون، چون ما بالاخره امام زمان گرا هستیم، یعنی ما زمین گم شده نداریم، مکان زمان گم شده داریم. اون زمان گم شده ما فیلم آکرونیایی میخواد. خب بعضی از اینا رگه هاشو دارن پیاده میکنن تو این فیلم ها، چرا ما اینو نیام بگیم آ شما ای که اینو ساختی؟ میگه من اصلا نمیدونم کلمه آکرونیا یعنی چی. میگم شما ببینید اینجا اثرت اینو آوردی. من فکر میکنم تیک آف کرده، خیز برداشته جامعه هنری ما، و همین که دغدغش بوده داره بهش نزدیک میشه، همین که قدرت تحمل یعنی پذیرفته که بنشینه نقد کنه خودش رو، مواجهه هایی که با اینا داریم، حجم فیلمنامه‌ای که میفرستن رو این قضایاش نظر کارشناسی داده بشه، تصورم اینه که خیلی خوشبینانه تر از این باید نگاه کنیم. من به صنعت سینما و هنر کار ندارم، اون اشکالات خاص خودشو داره، اونو قبول دارم، مشکلات مدیریت، مشکلات مسائل صنفی و غیره، اونها چیزایی است که به خود جامعه هنری برمیگرده. من به عنوان یه معلم استراتژی اینو میگم که چون در دانش استراتژی قطب نماست دیگه، میگیم آقا این جهتش کجاست، به کجا میانجام این مسیر، میگم این دغدغه‌ای که در جامعه هنری به خصوص جامعه سینمایی ما به وجود اومده، خودش رو نقد میکنه، در سریال سازی داره نقد میکنه، داره تجربه میکنه، در سینما داره تجربه میکنه، بالاخره ملک سلیمان و مختار یه نقطه آغازن. بله، بالاخره این که جامعه هنری ما میتواند یک آثار سینمایی شاخصی داشته باشه با حداقل قیمتها واقعا اثر دین رو بذاره، این رو من معتقدم که باید قدر بدونیم. راه حلاش هم مشخصه، چارچوباش هم معینه، اون نرم افزار دست اینا نیست، اون نرم افزار، اون فکره، این که آقا این چند تا قاعده فقهی داریم،
ایناست، اینا رو شما توی روابط بین شخصیتات لحاظ کن. دوم این آیاته که توش سنت کلی در میاد. شما خب بری بشینی کنکاش کنی ببینی توی این حضرت ابراهیم توی این آیات چند تا در موردش هست، در مورد حضرت موسی هست، داستان بر اون بنویسی. شما این آیه رو بگیرید مصداقای امروزی براش بذارید، با اون میتونید تعداد بسیار زیادی اثر سینمایی داشته باشید. آقای فرستادی جنبندی کنید که دیگه ما برای جنبندی من جنبندی نه آره ولی یه نکته میخوام چون تاکید بیشتر وقت نیست جنبندی کنم یه نکته رو تاکید کنم. یکی از آسیب هایی که آقای جیرانی هم پرسید چیه و بخش مهم بشه شما گفتی، یکی از آسیب هایی که من هنوز دارم میبینم آسیب مفهوم پردازی مجرد از قصه و شخصیت. دوستان ما فکر میکنن که میشود بدون قصه سینمایی بدون شخصیتی که از دل قصه در بیاد مفهوم ساخت و مفهوم دینی ساخت. این آسیب بسیار جدیه. کاری که امریکایی‌ها برعکسش میکنن. امریکایی‌ها بلدن برعکسش میکنن و موفق هستن. موفقن برای اینکه برعکسش کار میکنن. من فقط این جمله رو اشاره کنم به بحث شما. ما یک ارشاد داریم یک اقوا. بازم تاکید میکنم. هنری که هنر ارشادگر باشه، هنرمندش مرشد خود جامعه و مخاطبش باشه، اون هنر دینیه. هنری که اقوا میکنه که بخشی از بنمایش در انترتینمنت میاد که اینجا ترجمه شده به سرگرمی ولی منظور بیشتر غفلته، اون بخش متاسفانه اون بخش اقواگر که به زبان غریزه صحبت میکنه و مایش مایه ایست که روح دینی نداره، اون طبیعتا ممیزه این کار هست. اگه از این معیار از این خطکش استفاده کنیم، بخش عمده از کارهای سینمای بدنی ما و کار فاخر ما میتونن عنوان دینی بگیرن. خیلی متشکرم. یک دقیقه ما بیشتر وقت نداریم. یک دقیقه تو توضیح داری در مورد یک دقیقه توضیح بده ما خدافظی. یک دقیقه توضیح اینه که در واقع تو بحث سینمای دینی اون لحظاتی از اثر که من رو به خودم، به اون خود نقفلت زده، به خودی که به جلو نگاه میکنه میبره، مستقل از اینکه آگاهی خودآگاهی فیلمساز برش حاکم باشه، اون لحظه قطعا دینیه و حس و حال دینی داره و نه موضوع و مفهوم هایی که مجرد از قضیه میاد. آنچه که باید رو ما اثر بذاره، من اون لحظه ای که در طلا و مس زن به شوهرش میگه و هر دو میگه هم دیگه دوست دارم، به نظر من صحنه اقواگرانه است و تاثیر بسیار صحنه تاثیرگذار و صحنه بسیار زیباییه تو فیلم هایی که عشق رو در یک قالب دیگه مطرح میکنه. چون در واقع اشاگرانه است. آره در واقع نیست. من متشکرم. من ظاهرا من گفتم خوندم، من نظر سنجیر خوندم یا نخوندم؟ اگه نه میخونم دوباره. حضرت اجازه بدین، حضرت مریم در مریم مقدس 34.9% عبدالله در روز واقع 23.1% حضرت سلیمان 21.6% حضرت عبدالعظیم در مسافر 10.8% حضرت ابراهیم در ابراهیم خلیل 9.6%. متشکرم از دکتر عباسی، از آقای فراستی، متشکرم از بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده ما بودن. تا هفته آینده خدا نگهدار.